سلام، امروز طرز تهیه غذای رتتویی یا غذای موش سرآشپز رو داریم. این غذا برای کسایی که گیاهخوارن، کسایی که حالا با گوش میونه خوبی ندارن، یا مثلا برای تنوع واسه همه آدما خیلی غذا مناسبی و ویتامین های بدن رو خیلی تامین میکنه. برای این غذا تعدادی که میگم بستگی داره به ظرفی که شما دارین استفاده بکنید. میتونه ظرفتون گرد باشه، خب اگه گرد باشه قشنگتر، یا که میتونه مثل من ظرفتون مربع یا مستطیل باشه. من از هر کدوم از این موادی که دارم استفاده میکنم، از هر کدوم 3 تا فعلا اینجوری حالت حلقه‌ای کردم تا پیش بریم جلو، اگر که کم اومد دوباره اضافه میکنم. موادی که احتیاج داریم کدو که من 3 تا رو همه رو حلقوی کردم گذاشتم اینجا، بادنجون دوباره اینم 3 تا استفاده میکنم، گوجه فرنگی که 3 تا من حلقه کردم، پیازم 3 تا حلقه کردم، سیب زمینیه و پنیر حالا موزارلا میتونی استفاده کنم، من از پنیر کاشار استفاده کردم. بعد یه نکته ای هم که هست اینه که این مواد حالا به سلیقه خودتون میتونید کم بکنید، مثلا میتونید از یک کدوم از کدو یا فقط از بادنجون استفاده بکنید، بعد میتونه پنیر استفاده نکنید یا تعدادش رو کم و زیاد بکنید بسته اینکه میخواین رژیمی باشه، چقدر کالری برای بدنتون وارد بشه یا نه، میتونید این مواد رو کم و زیاد بکنید. میتونید اصلا سیب زمینی استفاده نکنید، بسته به میل و سلیقه خودتون و اون مقداری که کالری دوست دارید به بدنتون برسه میتونید استفاده بکنید. برای سس روشم نیاز داریم به گوجه فرنگی و پیاز، ریحان تازه اگر که داریم، من الان ریحان در دسترسم نبود، اونو میتونی استفاده بکنی، خیلی خوشمزه خوبی میده به غذا، و فلفل و نمک. خب برای شروع کار من ظرفمو یک مقدار کمی روش روغن میزنم داخلش، قدر زیاد نیاز نداریم، مقدار خیلی کمی روغن میذارم اینجا با این قلمو، تمام ظرفمو روغن میکنم. بعد اینو به دو روش میتونین غذا رو بپزینی، که این سوسو میتونی زیرش بزنین که تو خود همون کارتون موش سرش بعد زیرش ریخته بود، بعد مواد رو روش بچینی، یا که میتونی روش بچینی که روش بریزین، که اگر روش بریزین خب مثلا خوشمزه تر میشه، طعم بهتری میده، همون با اولین نگاه هم دیده میشه، که من روش استفاده میکنم. خب واسه شروع کار من این حلقامو استفاده میکنم، به ترتیب کنار هم میذارم. اگر که ظرفتونم گرد باشه که خب به این صورت حالت گردی شکل میدین دیگه. من یه بادمجون میذارم، یه کدو میذارم، یه دونه گوجه فرنگی میذارم، یه دونه پنیر میذارم، پیاز میذارم و سیب زمینی اینجا میذارم، پیاز اینجا، که پیاز کنار بادمجون قرار بگیره. دوباره بادمجون، همینجوری ادامه میدم. کدو، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و به این شکل ادامه میدیم. بهتره که موادی که استفاده میکنی خب اگه همشون توی یک سایز باشن مثلا من شکل غذا خیلی بهتر میشه، یک دستر میشه. و من حالا بعضی از اینا مثلا بادمجون هم بزرگتره و بعضی از گوجه فرنگی هم بزرگتره. به این شکل ردیفا رو پر میکنیم. خب من همچنین که میبینیم کل ظرف رو چیدم، تقریبا موادی که حدس میزدم درست هم اومد، تقریبا یعنی یکم بادمجون هم فقط اضافه اومد که اونم دور تا دور این ظرف هم رو بادمجون چیدم. بعد برای سسشم، بعد یه بچه کوچیک دارم که میخواد به دست بزنه به این ظرف من، میمونم خوشگلم. برای سسش هم من گوجه فرنگی که دوتا گوجه فرنگی بزرگ رو گذاشتم توی این میکسرا و سیر بهش زدم، سیرم اضافه کردم، سیر تازه رو گذاشتم، بعد
اینجوری میکس کردمش، نمک و فلفل بهش اضافه میکنم، ریحون اگه شما دارین اضافه بکنید و روی همه موادم میریزم. بعد تو فر میذاریم. سسم رو ریختم روی موادم. اگر که دوست داشتین چه سستتونم بیشتر درست بکنید و بریزید روی این مواد. بعد میذارم توی فرم که میدین از قبل باید داغ کرده باشین، گرم شده باشه. دمای فر 190 درجه سانتیگراد به مدت 45 تا 55 دقیقه میذاریم تا بپزه. بهتره که روی این ظرفمون رو یا کاغذ روغنی بذاریم یا فویل آلومینیومی که روش یکم چند تا سوراخ کردیم. بعد یه نکته‌ای هم که هست اینه که میتونیم اگر که فلفل دلمه‌ای دوست داریم میتونین حلقه های فلفل دلمه‌های رنگی هم استفاده کنین توی این ردیف ها. و اینکه میتونین این غذا رو داخل قابلمه هم بپزین با شعله خیلی کم، روی گاز بذارین تا بپزه و لذیذ و خوشمزه بشه. میبینین الان آماده است. من از فر در آوردم، یکم من زمانش رو بیشتر گذاشتم که کامل بهتر بپزه. بعد یه نکته که وجود داره اینه که میتونین این سسمون رو اول تف بدیم، بعدا اون آخرش به موادمون اضافه بکنیم که هم به خوردش میره هم که یکم حالت سرخ کردنی تر میشه. اگر هم که دوست داشتین رژیم بخورین که اصلا این کار نمی کنین، مثل من ادامه بدین، ایشالله که دوست داشته باشین. اگر که دوست داشتین لطفا ما رو لایک بکنین و فالو بکنین.